در کابل کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای دهها محل رایدهی در ولایت های بلخ، بغلان، بادغیس، نورستان، ننگرهار، اروزگان، کنر و قندهار را روز سه‌شنبه باطل اعلام کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید افرادی که به این تصمیم کمیسیون قناعت ندارند سه روز فرصت دارند تا استیناف خواهی کنند. احتمال می رود پس از استیناف خواهی آرای برخی از محلاتی که باطل اعلام شده دوباره اعاده شود. شمار محلات رایدهی که آرای آنان از آغاز تا کنون باطل اعلام شده به 649 محل رسید. در تازه ترین مورد کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای 152 محل رایدهی را در ولایت های بلخ، بغلان، بادغیس، نورستان، ننگرهار، کنر، اروزگان، قندهار و لوگر باطل اعلام کرد. ضیاءالرفعت عضو سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید پس از بررسی شکایات در این محلات ثابت شد که تخطی های جدی صورت گرفته است. بان هم کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید افرادی که به این تصمیم کمیسیون راضی نیستند سه روز فرصت دارند تا استیناف خواهی کنند و احتمال میرود آرای باطل شده دوباره اعاده شود. از احتمال بعید نیست که در روزهای آینده شمار دیگری از نامزدانی که برنده هم شده اند در نتیجه این بررسی ها ثابت شود که از رای های تقلبی استفاده کرده باشند. در قبال آنها نیز همان فیصله صورت خواهد گرفت که امروز در قبال دو تن از نامزدانی که صحت تخطی و تقلبشان ثابت شده است به کار بسته بشه. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای دو نامزد انتخابات را به دلیل تقلب آشکار در سطح ولایت های هرات و پکتیکا باطل اعلام کرد و از روند انتخابات حذف شدند. این نامزدان به نام های غلام قادر اکبر از هرات و محمود سلیمان خیل از پکتیا است. با این حال آقای رفعت میگوید در روزهای آینده احتمال می رود شمار دیگر از نامزدانی که اکنون برنده به حساب می آیند نیز با چنین سرنوشت روبرو شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون توجه به هیچ فشاری همچنان به بررسی پرونده ها ادامه خواهد داد. شاید در نتیجه دفاع قانع کننده ای که استیناف خواهی کرده بودند استیناف خواهان داشته بوده باشند رای های بعضی از محل های باطل شده دوباره اعاده شده باشد که البته کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید مطابق وعده قبلی تلاش دارند تا پایان سه هفته پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به تمامی شکایات های جدی رسیدگی کنند. تا کنون به 70% شکایت های جدی رسیدگی شده است. کای آیده فرستاده پیشین سازمان ملل در افغانستان از برخورد دولت آمریکا با رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده است. آقای آیده میگوید با حامد کرزی به طور صادقانه برخورد نشده است. در همین حال شماری از نمایندگان ولیسی جرگن نیز فاصله ایجاد شده بین واشنگتن و کابل را نگران کننده می خوانند. شاید در رابط بین دولت ها تنش های سیاسی و یا هم گفتگوهای لفظی امر معمول باشد، اما برای مردم کشور مثل افغانستان که پس از مدت ها آرامش نسبی را حس کردند فوق العاده نگران کننده است. در روزهای اخیر هر تصمیم و هر عمل رئیس جمهور کرزی با مخالفت ها و حتی هشدارهای جدی امریکا روبرو شده است. تصمیم لغو شرکت های امنیتی خصوصی با هشدار توقف میلیون ها دلار کمک امریکا روبرو شد و یا هم موضوع دریافت پول از ایران با فشارهای جدی تر از آن. من نتیجه امریکا و افغانستان اگر زیادتر اگر خراب شد افغانستان باز دوباره به بحران کشیده میشه، باز دوباره امنیت از بین میره و دوباره افغانستان با سازی از بین میره، نابود میشه و کمک های امریکا هم شاید قطع شه. ولی باز همون باش همون کاسه میشه دیگه، باز بازه چی همین دست ایران و پاکستان و چین و شروعی میشیم. دولت امریکا همونطوری که آقای کایایده گفته در خیلی موارد نمایندگانش در مسائلی که ضروری نیست مداخله بیجا میکنه. مثلا فرض کن در جمله در مورد اینی که مثلا دولت امریکا گفته آقای کرزی بابت کمک هایی که از بیرونی میگیره برای ما حساب بده، این به نظر من یک مداخله آشکار در امور داخلی کشور افغانستان است. افغانستان باید امریکایی ها بدانه یک کشور مستقل است، یک جمهوری مستقل داره، به انتخاب مردم آمده، بر سر کرسی نشسته و این حق داره که از منافع ملی و از مصلحت ملی داخل افغانستان دفاع کنه. در روابطو که مثلا سنگسی اوس لک سنگسی روانه ده و که دا رقم دوام پیدا کړي نو افغانستان کې کېدلی شي ځکه چې امنیتي لحاظ نه تر اوسه پورې
خودکفانه د افغانستان اردو له هر ارګان امنیتي ارګانونو نشه کولای په ګوډ ګوډ د افغانستان بهر ولایتو کې امنیت ټینګي. تقابل دروازې موجود نه به نفع امریکاست و نه به نفع افغانستان. افغانستان از بحران شدید ناامنی رنج میبرد که نیاز به کمک های جامعه جهانی خاصتان ایالات متحده امریکا منحصر به دونر اصلی ضرورت دارد. کای ایدی نماینده پیشین سازمان ملل در افغانستان که ماموریت دو سالش در ماه مارچ همین سال پایان یافت میگوید فشارهای پی در پی امریکا بر رئیس جمهور کرزی مؤثر نیست. آقای ایدی که در مورد ماموریتش در افغانستان کتاب هم نوشته میگوید با حامد کرزی به طور صادقانه برخورد نشده است. او در کتابش از ریچارد هالبروک نماینده خاص امریکا در افغانستان و پاکستان انتقاد کرده که گویا مکررن بالای رئیس جمهور کرزی فشار وارد کرده و نتوانسته پیچیدگی جامعه افغانی را درک کند. کایایدی خطاب به هالبرو گفته است که افغانستان بالکان نیست که با زورگویی مردم را در رسیدن به توافق وادار کرد. نسبت به هر کس دیگر کمی و کاسته های رئیس جمهور کرزی را درک کردم. با او برخورد صادقانه نشده. این گونه فشارها حکومت کرزی را ضعیف می سازد. ماموریت کایایدی هرچند در روزهای اخیرش در افغانستان با اتهامات چشم پوشی از میزان تقلب ها در انتخابات ریاست جمهوری امرا شد، اما او همچنان به موضوعات افغانستان دلچسپی نشان می دهد. او از کشورهای عضو ناتو خواست تا به تلاش های خود در افغانستان ادامه دهند و تعهدات خود را در اجلاس لیسبون تجدید کنند. اجلاس سرانه کشورهای عضو ناتو قرار است در 19 و 20 نوامبر همین ماه در پرتغال برگزار شود. انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان از سال 2011 تا 2014 مهمترین موضوع نشست است. و اما اینکه مسئولان امنیتی از پاکسازی 6 ولایت از وجود شورشیان مسلح دولت در شمال و شمال شرق کشور خبر می‌دهند. داوود فرمانده زون 303 پامیر از پیوستن صدها مخالف مسلح دولت در جریان یک عملیات تصفیهوی خبر داد. گفته می‌شود در این عملیات شماری از مراکز طالبان که حملات دهشت افغانی از آن مراکز سازماندهی می‌شد از بین رفته است. با آغاز فعالیت شورای عالی صلح در کشور شمار پیوستن مخالفان مسلح دولت نیز افزایش یافته است. در تازه ترین مورد صدها تن از شورشیان مسلح در شمال و شمال شرق کشور به صف نیروهای امنیتی دولت پیوستند. داوود قمندان زون 303 پامیر روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل گفت که 6 ولایت شمال و شمال شرق کشور از وجود شورشیان مسلح پاکسازی شده است. تا حال بیش از 100 نفر در ولایت کندوز، تخار و بغلان به دولت پیوسته و در ولایت سرپل و فاریاب. تعداد زیادی از رهبرهای طالب ها از قماندان های کلانشان در ولایت شمال از فاریاب تا تخار کشته شدند. تعداد زیاد. آقای داوود میگوید در این عملیات شماری از قماندانان سرشناس طالبان کشته و بازداشت شدند. گفته می شود در این عملیات شماری از مراکز طالبان که حملات دهشت افغانی از آنجا سازماندهی میشد از بین رفته است. مسئولان امنیتی شمالی کشور میگویند که عملیات مشترک در شمال و شمال شرق کشور به هماهنگی نیروهای اردوی ملی، نیروهای خارجی و پلیس سرحدی پیش برده میشود. این عملیات کلا مشترک است. نیروهای اردوی ملی، پلیس سرحدی افغانستان، پلیس ملی و همچنان نیروهای ایساف سهیم هستند و ما با یک هماهنگی خوب این عملیات ها را به پیش میبریم. نیروهایی که پیوسته اکثرا به پلیس ملی و یک گروه به امنیت ملی افغانستان. جنرال داوود میگوید که آنها تلاش دارد تا مناطق پاکسازی شده را با همکاری مردم از نفوذ دوباره شورشیان مسلح دولت حفاظت کنند. آقای داوود یکی از عوامل ناامنی ها در شمال و شمال شرق کشور را ناشی از فرار طالبان جنوبی کشور به این ولایت خواند. متاسفانه نسبتی که شهرها باز شده برای لوجستیک ناتو و دیگر تمام کالاهایی که به افغانستان وارد میشه از طریق حیرتان و شیرخان بندر میه، دشمنای صلح و ثبات افغانستان میخوان که اون ساحل هم ناامن بسازن و ما شاهد یک سلسله ناامنی بودیم و ما ذهنن. او همچنان دخالت کشورهای خارجی را در ناامنی شمال کشور رد کرده و از نفوذ بیشتر قماندانان سرشناس طالبانی جنوب در شمال کشور خبر داد. آقای داوود میگوید تشکیل شورای عالی صلح و تلاش‌های نظامی در شمال و شمال شرق کشور سبب شده است که شماری از مخالفان اسلحه بر زمین بگذارند.